در یک جمله به شما بگم که حال افراد آسیب نخایی در حال حاضر با ایجاد همین تحریم ها، همین نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها، اینا حال خوبی ندارن. ببینید، زندگی کلن افراد دارای معلولیت یه زندگی پرهزینه هست، اما افراد آسیب نخایی به دلیل شرایط جسمانی خاصی که دارن، شاید بگم اینها یک هزینه های مضاعفی نسبت به سایر معلولین دارن. مثلا این افراد کاربر دائمی ویلچر یا صندلی چرخدار هستن، روی صندلی چرخدار دارن زندگی میکنن و شاید در طول روز 12 ساعت 13 ساعت اینا مجبور باشن روی صندلی چرخدار باشن. پس باید از صندلی چرخداری استفاده کنن که از لحاظ کیفیت یک کیفیت مورد قبولی داشته باشه که این افراد عوارض بعد از معلولیت رو کمتر دوچارش بشن، مثلا اسکولیوز نگیرن، زخم بستر نگیرن، کوتاهی پا نگیرن و چیزهای دیگه. به خاطر همین باید از ویلچرهای استاندارد استفاده بکنن که ویلچرهای استاندارد در کشور ما از لحاظ قیمتی کلن قبل از اینکه تحریم ها اتفاق بیفته و این عرض قطع بشه کلن قیمت بالایی داشت، اما این اتفاق که افتاد ما یک نوسان سعودی توی تجهیزات توانبخشی دیدیم که به خاطر اون شرایط خاص افراد آسیب نخایی که باید از یک تجهیزات خاص استفاده می کردن، من میخوام بگم که شاید بیشترین آسیب رو و بیشترین چطوری بگم بیشترین زحمت، بیشترین اذیت روی افرادی که آسیب نخایی بوده تحمیل شده. شما فکرشو بکنید کسی که آسیب نخایی گردنی هست، دست و پا هیچ کدوم حس و حرکت ندارن و مجبوره مثلا از یک ویلچر برقی استفاده کنه برای عبور و مرورش. الان یک ویلچر برقی به طور متوسط، یک ویلچر برقی معمولی قیمت هولوش 35-6 میلیون تومان داره، یک ویلچر برقی ایرانی که واقعا تهیه اون برای یک فردی که آسیب نخاییه واقعا مشکله. و نهادهای حمایتی دولتی مثل سازمان بهزیستی که متولی امور افراد دارای معلولیت هستن واقعا ناتوان از تهیه این تجهیزات، مثلا تجهیزاتی مثل ویلچر برقی هستن. و ما گاهن صحبت میکنیم یا بچه ها مراجعه میکنن به سازمان بهزیستی، مددکارا میگن که بودجه‌ای فعلا تخصیص داده نشده و میگن که شما فاکتور بیارید به ما، خودتون برید خرید کنید ویلچر رو، فاکتورش رو برای ما بیارید و بعد بخشی از اون رو میتونن پرداخت بکنن. الان در حال حاضر یک فرد آسیب نخایی برای تخلیه مثانه‌اش در طول روز احتیاج داره که 5 یا 6 بار از یک سوند نلاتون استفاده بکنه و استانداردش این هست که این سوندها یک بار مصرف هست، یعنی به 5 تا 6 تا سوند یک بار مصرف نلاتون نیاز داره که الان این اتفاق افتاده به دلیل اینکه قیمت ها سعودی شده و مقدارش هم در بازار کم شده. دوستان ما از یک سوند نلاتون برای 6 بار استفاده میکنن، یعنی اون سوند یک بار مصرف رو شستشو میدن و 6 بار برای تخلیه مثانه‌شون استفاده میکنن که خب این میتونه هم به مجرا آسیب برسونه، هم عفونت‌های ادراری براشون بیاره، هم به کلیه‌شون آسیب برسونه و همسال این میتونه خطراتی براشون داشته باشه. الان ایزی لایف هم مقدارش کم شده، هم قیمتش واقعا بالا رفته، یعنی یک بسته ایزی لایف رو، حالا من قیمت دقیقش رو ندارم ولی با گزارش هایی که بچه ها میان توی بنیاد به ما میگن واقعا دیگه خیلی هاشون نمیتونن تهیه بکنن
و بنیاد ما تا چند وقت پیش سهمیه‌ای گرفته بودیم از کارخونه ایزی لایف که به بچه‌ها می‌دادیم، که کارخونه ایزی لایف یک ماه پیش باز با ما تماس گرفت، گفت من متأسفانه دیگه نمیتونم اون مقدار رو به شما بدم، حالا یا مشکلی در خط تولیدش اتفاق افتاده بود، حالا یا مواد اولیه‌اش، ولی در حال حاضر سهمیه رو قطع کرده و به بنیاد نمیتونه اون ایزی لایف رو بده که ما به افراد آسیب نخواهی توضیح کنیم در بین افراد آسیب نخواهی. ببینید الان یکی از عوارض بعد از معلولیت در افراد آسیب نخواهی زخمای بستر هستن، یا همون زخمای فشاری، که من فکر میکنم از 100% از بچه‌ای که آسیب نخواهی میشن شاید 90% این افراد به زخم بستر دچار بشن. یه موضوع عدم آموزشه توی این، که افرادی که آسیب نخواهی میشن کسی نیست بهشون آموزش بده که چیکار بکنن که مبتلا به این زخم ها نشن. دوم، وقتی که فرد مبتلا به زخم بستر میشه، گرانی پانسمان ها و درمان زخم بستر باعث میشه که این زخم عمیق بشه و انقدر شرایط زخم بد بشه که فرد آسیب نخواهی رو تا نزدیک های مرگ ببره. یعنی شاید ما بسیاری از بچه‌هایی که آسیب نخواهی بودن اندام هاشون رو از دست دادن به خاطر زخم بستر، توی لگنش طرف یه زخم داشته، کل پا رو گرفته، مجبور شدن پا رو قطع بکنن و اندامش رو از دست داده، بعضی هاشون به خاطر این موضوع جونشون رو از دست دادن. ولی اون چیزی که اینجا وجود داره اینه که ما الان چند تا مرکز محدود داریم برای درمان زخم بستر، و اونم بچه ها مراجعه کردن و به قول معروف واکنش و فیدبک رو دیدن و به دوستان دیگه توصیه میکنن مثلا این مرکز برید پانسمان کنید زخماتون بهتر میشه. و هر پانسمانی رو الان من فکر میکنم 1.5 میلیون 700,000 تومان بستگی به بزرگی زخم یا درجه زخم داره، ولی همین حدود هاست پانسمان، که این پانسمان ها باید هر 3 روز یک بار تقریبا عوض بشه. و جالب اینه که خیلی به ندرت بیمه های درمانی و بیمه های تکمیلی این زخم های این پانسمان ها رو پوشش میدن، و بسیاری از بچه های ما الان دارن این زخم ها رو به صورت آزاد و بدون هیچ حمایتی درمان میکنن. چند تا مرکز هستن که با نرخ های دولتی این رو، مثل هلال احمر، و مراکزی هستن که بچه ها میتونن با نرخ های دولتی استفاده کنن. اما داستان اینجاست که کسی که آسیب نخواهی گردنی میشه و واقعا دیگه جابجایی سخت میشه، احتیاج به کار درمانی در منزل داره و حتما باید یک کارشناس فیزیوتراپی یا یه فیزیوتراپیست بیاد در منزل و یه سری حرکات رو بهش آموزش بده و باهاش کار بکنه، که قطعا هزینه های سنگینی داره. من فکر میکنم جلسه 300,000 تومان 250,000 تومان یا شاید بیشتر شاید کمتر، همین حدودا مبلغ قیمت مثلا یک جلسه فیزیوتراپی یا کار درمانی در منزل بشه. ببینید من فکر میکنم یکی از معضلات اساسی افراد دارای معلولیت، مخصوصا افراد آسیب نخواهی، بعد از داستان درمان که خدمتتون عرض کردم، بحث حمل و نقل باشه. الان قانون وجود داره، قانون ما ضمانت اجرایی نداره و نظارتی توش نیست، که این داستان حمل و نقل و حضور این افراد، تردد این افراد در جامعه رصد بشه یا روش نظارت بشه. ببینید الان یک فرد آسیب نخواهی که با صندلی چرخدار یا با یه ویلچر برقی بخواد بیرون بره، باید فقط میتونه از ماشین‌های سامانه استفاده کنه، از این ون‌هایی که بالا بردارن. این ویلچرهای برقی تا نمیشن به راحتی توی صندوق عقب ماشین‌ها جا بشن و باید منتظر این بمونه تا سامانه، یعنی اون خودروهای مخصوص حمل و نقل جانبازان و معلولی، به ایشون یه وقت بده که بتونه در طول هفته 3 بار یا 4 بار شروع جا به جا بکنه. و ببینید چقدر ایشون باید برنامه هاشو فشرده بکنه، هماهنگ بکنه و اون جایی که میخواد بره با حضور اون سامانه به قول معروف برنامه هاشو مچ بکنه. این سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین همیشه در دسترس نیست، مثل آژانس یا اسنپ نیست که شما هر وقت بخوای به راحتی برات ماشین بفرستن. یه تعداد خودرو محدود اونجا وجود داره
که با تعداد زیاد افراد دارای معلولیتی که ساکن این شهر هستن، فراخور نیازهاشون که اولویت بندی کردن، درمان، آموزش، کار، به اینا مثلا یک تایمی رو بدن که مثلا خود رو بره سراغشون. ببینید متروهای ما، اتوبوس‌های درون شهری ما، اینا واقعاً تا رسیدن به نقطه ایدئال مناسب سازی خیلی فاصله دارن. همین چند وقت پیش بود که یک ایستگاه 17 شهریور ایستگاه مترو افتتاح شد و دوستان ما اونجا بودن که آسانسور هنوز راه نیفتاده بود و خطای حسی برای افراد نابینا فعلا وجود نداشت. با وجود اینکه شهردار قول داده بود تا زمانی که مناسب سازی ایستگاه‌ها انجام نشه ما هیچ پروژه‌ای رو هیچ ایستگاهی رو افتتاح نمی‌کنیم، اما ما دیدیم این اتفاق افتاد و به راحتی افتتاح شد. عکساشون هم اومدن گرفتن و گزارش هم دادن که آقا ما یه ایستگاه مترو رو افتتاح کردیم. شما خودتون میتونید با همین دوربینتون یه روز امتحان کنید، بشین توی ویلچر و کنار یه خیابون پرتردد بایستید، ببینید چند تا ماشین جلوی پای شما ترمز میکنه و حاضر شما رو سوار بکنه. بچه های ما مثلا فراخوان اسنپ میدن یا این تاکسی های اینترنتی، طرف تا میفهمه که ویلچر داره لغو میکنه و میگه حالا من صندوق عقبم جا نمیشه، خودم نمیتونم ویلچر دو جا به جا کنم، یا کمرم درد میکنه، یا از این داستان ها. البته شاید اونا هم حق داشته باشن، ولی من میخوام بگم که این آموزش اگر وجود داشته باشه یه ذره از این طرف تردد افراد دارای معلولیت راحت تر میشه. شاید اون راننده اسنپ وقتی دغدغه من رو بدونه و با دغدغه من آشنایی داشته باشه شاید مشتاق تر باشه به من کمک بکنه، ولی وقتی اطلاعی نداشته باشه میشه خودش هم موظف نمیدونه که این کار رو انجام بده. ببینید افراد آسیب نخایی مثل بقیه افراد جامعه دارن مالیات میدن، عوارض میدن، اگر مشاغلی یا جایی استخدام هستن از حقوقشون مالیات کسر میشه، اما اینا خدماتی از جامعهشون نمیگیرن که باید اون خدمت مثلا برای رفاه اینها باشه. الان مناسب سازی معابر، حضور اینا در جامعه به سختی داره انجام میشه و این مالیاتی که حالا دارن پرداخت میکنن، این عوارضی که دارن پرداخت میکنن، حالا گاهن یه معافیت های کوچیک ما بعضی جا میبینیم، اما واقعیت امر اینه که اینها هم مثل بقیه دارن وظایف خودشون رو نسبت به جامعهشون انجام میدن، اما اون خدمتی که باید از جامعه بگیرن رو دریافت نمیکنن. توی کشور ما افراد دارای معلولیت شهروند درجه دو محسوب میشن. حقوق شهروندی این افراد در خیلی جاها رعایت نمیشه.